هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اقدام ایران در کاهش دوباره تعهدات برجامیش را یک پیام اشتباه خواند. او در گفتگو با برخی مطبوعات آلمان درباره خطر درگیری نظامی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. برای گفتگو در این باره فرهاد سلمانیان از رادیو فردا همراه ماست. فرهاد، چه جزئیات بیشتری درباره واکنش وزارت خارجه آلمان منتشر شده؟ بله، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان تاکید کرده که ایران باید به همه تعهداتش در برجام پایبند باشه. این گفته ها از جمله در بعضی مصاحبه های رسانه ایش مطرح شده و وزیر خارجه آلمان اقدام های ایران رو در کاهش تعهدات برجامیش مفید ندونسته. بخش هایی از گفته های وزیر خارجه آلمان رو با هم میشنویم. آنچه که ایران هماکنون انجام می‌دهد مفید نیست، به خصوص که همزمان با تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها انجام می‌گیرد. در نهایت آنچه ما روی آن حساب می‌کنیم واقعیت‌های قابل راستی‌آزمایی است، نه حرف و اظهار نظر. ما همچنین منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرف چند روز آینده هستیم. هایکو ماس در بعضی مصاحبه ها با روزنامه های آلمان هم گفته نباید زمان رو برای کاهش تنش ها از دست داد برای جلوگیری از درگیری نظامی در این مناقشه که بین ایران و ایالات متحده است. باید همه طرف های درگیر مسئولانه عمل کنند. وزیر خارجه آلمان همینطور گفته هنوز پیدا کردن راه حل در مناقشه اتمی با ایران ممکنه، اما اروپایی ها به تنهایی قادر به انجام آن نیستند، در حالی که دیگران بیشتر به مناقشه دامن میزنند. مقام های فرانسوی هم اعلام کردند که به تلاش هاشون برای رعایت برجام از طرف ایران ادامه میدن. ایران روز شنبه اعلام کرده که در قالب اجرای گام سوم کاهش تعهداتش در چارچوب برجام گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید رو آغاز کرده.